هر سرخطی از بحث‌های ایدئولوژیک و یا بحث‌های تعیین کننده سیاسی مرحله این. اما واقعیت اینه که انگار هر بار برامون جدیده. این مبالغه نیست، همچنان که گفتم مفهوم، روح و جوهر این آیاته، همون دینامیزم و پویایی قرآنه که از توش چنین زنده بودن، نو بودن، پا به پا حرکت کردن تحولات و شرایط نهفته است. این ارتجاع و استبداد مذهبیه که میخواد شبقت و همه مفاهیم قرآنی رو جامد، ساکن، استاتیک و متعلق به همون زمانهای گذشته قلمداد کنه و چنین روح و جوهری رو در واقع ازش برداشت کنه. واهمه و ابا داره از این که بخواد اون رو متناسب با زمان نو کنه و مفهوم زنده بودن و مفاهیم مادی اون زمان رو در موردش مثال بزنه. و این همچنان که میدونین سیره همه مستبدین، مرتجعین، به خصوص مرتجعین دین فروشه. شما میدونین که مفهوم شب قدر خاص یک شب نیست، حتی به همین دلیل نمیتونن دست بذارن بگن درست امشب یا دیشب یا پریشب یا پس پریشب. شبهایی رو تو ماه مبارک رمضان شب قدر میگن، ولی واقعیت اینه که شبیه که قرآن در تمامیتش بر قلب و ضمیر پاک پیامبر نازل شده.